بله نیوشا، باید گفت که این یکی از معدود دفعاتی است که ما، شاید حتی یکی از تنها دفعاتی است که ما شاهد این هستیم که ایالات متحده یک مقام ارشدش میاد و مستقیما میگه که ما آزادی عمل رو برای اسرائیل قائل هستیم اگر که تصمیم بگیره به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه. البته جیک سالیوان همزمان باید گفت چه نگفت و چه چیز دیگری گفت. در کنار اینکه گفت ما این آزادی عمل رو قائل هستیم، نگفت که آیا اگر اسرائیل بیاد و به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، ایالات متحده از این موضوع حمایت هم خواهد کرد یا وارد درگیری خواهد شد. باید گفت که خب بالاخره چنین اقدامی اگر اسرائیل روزی بکنه بدون واکنش جمهوری اسلامی نخواهد بود و اون موقع باید دید که مثلا آیا ایالات متحده به حمایت اسرائیل برخواهد خواست به صورت نظامی یا نه. و چیز دیگری که در همین صحبت‌ها گفت این بود که تأکید کرد که همچنان خود ایالات متحده، خود دولت جو بایدن روش و راه دیپلماتیک رو بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی میدونه و البته گفتم که خروج آمریکا در دوره پرزیدنت ترامپ از برجام یک اقدام اشتباه بود. از اون طرف خب واکنش شمخانی رو ما داشتیم که اقدامات اسرائیل رو اقداماتی تروریستی خوند و گفت که این صحبت سالیوان نشون میده اعترافی هست به اینکه هر اقدامی که اسرائیل کرده علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده هم در اون شریک بوده و مسئولش بوده و این موضوع نمیتونه بدون واکنش باشه. و نهایتاً در مورد سفر سالیوان به عربستان هم میخوام یک اشاره‌ای بکنم که به نظر میاد که حالا که در واقع دولت جو بایدن داره به آخر کار خودش در این دوره اول دست کم نزدیک میشه، او به دنبال این هست که دست کم یک دستاورد در سیاست خارجی خودش داشته باشه و احتمالا فکر میکنه که اگر بتونه عربستان و اسرائیل رو به هم نزدیک بکنه و شاید روابط عربستان رو بتونه کاری بکنه که عادی بشه با اسرائیل، این دستاوردش خواهد بود.